ساختمان جمهوری اسلامی ایران پس از پشت کردن به آرمانهای انقلاب با دستگیری وسیع هواداران، اعضا، کادرها و رهبران حزب توده ایران و سپردن آنان به سیاه چالها و شکنجگاه‌ها و همچون سلف شاهنشاهیش با غیر قانونی و منحل اعلام کردن حزب توده‌ها لاف و گزاف‌های معمول مبنی بر ریشه کن کردن حزب را با دستگاه طویل و عریض و چند وجهی تبلیغاتی خود بی‌وقفه سر دادند. در رویداد ضد بشری فاجعه ملی و جان باختن افسران در جداران و همافران میهن پرست، کادرهای ورزیده حزبی مشتمل بر کارگران پیشرو، روشنفکران، سندیکالیست های بنام، استادان، ادیبان و نظریه پردازان برجسته، ارتجاع بی اعتبار در عرصه اداری کشور، در حالی که خون صدها هزار تن از مردم و جوانان میهن را در جنگی عبث به منظور کشورگشایی بر خاک ریخت، کوشید تا بر امر حیاتی تشکل و تهذیب در میهن ما نقطه پایانی بگذارد. رژیم ولایت فقیه با وجود ادعایش به ریشه‌کن کردن حزب توده‌های زحمت، کارزار بیوقفه توده ای ستیزانه را هرچه گسترده تر کرد. در گرد و غبار برخواسته از این کارزار پر از افترا و دروغ و نمایش، تلاش هایی از جهات متفاوت به قصد تصرف و اشغال نام پر اعتبار حزب، نامی که مورد احترام نیروهای مترقی داخلی و بین المللی است، تدارک دیده شد. حزب شکنی تشویق و تازانده شد و در فضای مسموم با انگیزه های متفاوت زیر پوشش ابتذال خاطرات نویسی مصری و طرح مباحث ذهن گرایانه عقیم پوشیدند تا میراث خجسته و گرانقدر اجتماعی و سیاسی ده‌ها سال فعالیت حزب در عرصه حقوق اجتماعی و سیاسی زحمتکشان، حقوق انسانی پایمال شده زنان، مبارزه کم نظیر حزب در عرصه تشکل‌های سندیکایی نادیده گرفته شود و در نهایت کوشیده شد تا زحمتکشان، جوانان و کل مردم آسیب دیده از حاکمیت جهل و تعصب و بحران آفرینی نسبت به تشکل و تهذب که زبان و بیان حقوقی و سیاسی و قانونی هر ملتی در برابر حکومتگران در تمامی جوامع بشری است، بدبین و دلسرد شوند و نیروهای فعال و معترض اجتماعی حربه مؤثر خود یعنی تشکل را در مبارزه با خودکامگی به کناری نهند. حزب توده ایران که برآمده از نیاز و ضرورت مبارزه طبقاتی جامعه ایران است، در شرایط ناشی از سرکوب‌های مداوم داخلی و نیز در شرایط پیامدهای پر ادبار سلطه نظم نوین جهانی و قدرت‌های فرادست جهان سرمایه به ویژه امپریالیسم آمریکا برای میهن ما، با الهام از امر زحمتکشان و نیاز جامعه به تحولات بنیادین و دموکراتیک و در پرتو اراده فعالان راستین و یاران وفادارش، هواداران، اعضا و کادرهای حزب و با الهام از جان باختگان رشیدش و وفاداری به راه و کردار آنان، حضور اجتماعی و سیاسی و مبارزه اصولیش را پی می گیرد. به راستی سرگذشت قهرمانی جان باختگان توده‌ای از سویی و تلاش خستگی ناپذیر
فعالان و کوشندگان هوادار و عضو حزب توده ها از سوی دیگر در مسیر آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زحمتکشان و توده های میلیونی مردم میهن می تواند مضمون حماسه ها و شعر و کلام والای سخنسرایان و شاعران بزرگ میهن در آینده باشد و بی تردید چنین خواهد بود. فرخنده باد 65 سال گرد بنیانگذاری حزب توده ایران. با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه. آزادی برای همه زندانیان سیاسی ایران.